بسم الله الرحمن الرحیم شاگردان عزیز سلام امید است که خوب و سعادتمند باشین شاگردان خوب موضوع درس امروز ما عبارت هست عبارت دومین مبحث از بخش نکات دستوری صنف است به تخته توجه کنین عبارت خب قبل از اینکه من عبارت را تعریف کنم میخوایم که درس را با یک مثال آغاز کنیم به این جمله توجه کنید قلم شکست خب جمله را که من نوشته کردم دارای دو کلمه است یک قلم دیگه شکست خب از لحاظ دستوری قلم یک اسم است درسته که در جایگاه مفعول قرار داره و شکست همیشه هم یک فعل خب ما میتونیم شاگردای خوب که به جای قلم و به جای شکست که هر کدامش یک کلمه است یک مجموعه از کلمات رو جاگزین کنیم مثلا میتونیم بگوییم که قلم قلم سیاه شکست قلم سیاه شکست یا میتونیم بگوییم که قلم قلم سیاه احمد شکست خب شما دیدین که راحت به جای کلمه قلم ما دو کلمه دیگر را جاگزین کردیم قلم سیاه و در بخش پایانی دیدین که ما سه تا کلمه را جاگزین کردیم قلم سیاه احمد قلم سیاه احمد شکست خب اما رقم میتونیم به جای کلمه شکست هم ما یک مجموعه از کلمات را جاگزین کنیم به شرط از که خود کلمه شکست هم در ترکیب مجموعه کلمات باشه مثلا میگیم که قلم به آسانی به آسانی شکست قلم با آسانی شکست یا میتونیم که سه تا کلمه دیگر رو جاگزین کنیم مثلا میتونیم بگوییم که قلم بسیار به آسانی شکست خب شاگردای خوب ببینین ما تانستیم که به جای واژه قلم چند مجموعه کلمه را جاگزین کنیم مثلا در قسمت اول قلم شکست در قسمت دوم گفتیم قلم سیاه شکست یا قلم سیاه احمد شکست یا میتونیم که جمله را بسیار به شکل گسترده بیان کنیم قلم سیاه احمد بسیار با شکست خب خب چرا ما همین مثال کار کردم؟ به خاطر از اینکه من میخوایم در مورد عبارت یک چیزی بگویم در متن کتابتان نوشته است شاگردای خوب که عبارت مجموعه کلماتی هستند که جاگزین یک کلمه واحد میگردند مثلا این کلمه واحد ما قلم هست و ما یک مجموعه کلمات میتونیم جاگزین از بسازیم مثلا به جای قلم میتونیم قلم سیاه بگوییم یعنی یک مجموعه کلمه است دو تا کلمه است میتونیم بگویم قلم سیاه احمد یا میتونیم بگویم قلم سیاه خودرنگ احمد خب این مجموعه کلمات که به جای اینمی کلمه واحد قرار میگیره ما اینمی را به نام عبارت یاد میکنیم ببینید به قلم ما قلم سیاه گفتیم قلم سیاه در اینجا یک عبارت است مثلا به قلم ما قلم سیاه احمد گفتیم قلم سیاه احمد در اینجا یک عبارت است خب در بخش دومه سعی کنین به جای واژه شکست به جای کلمه شکست ما گفتیم به آسانی شکست یعنی به آسانی جاگزین شکست شد یعنی به آسانی شکست میشه یک عبارت بسیار با آسانی شکست بسیار با آسانی شکست در واقع جاگزین کلمه شکست است یعنی یک مجموعه کلمه آمد به جای شکست قرار گرفت پس این میشه یک عبارت خب پس د اینجا یک نکته دیگه هم از شاگردهای خوب ببینید در مجموعه کلماتی که به جای قلم قرار گرفته قلم خودش یک اسمه و کلماتی که به جای قلم قرار گرفته و عبارت عبارته چون و اصلی از عبارت یک اسم است ما او میگیم عبارت اسمی میگیم عبارت چی؟ عبارت اسمی خب در بخش دومی با آسانی شکست بسیار با آسانی شکست یعنی یا عبارت به خاطر که نمی عبارت ها به جای کلمه شکست آمده و شکست خودش یک فعل است و جزء اصلی از عبارت حساب میشه با او خاطر باز ما یعنی بخش دومی رو میگیم که عبارت فعلی عبارت فعلی خب پس شما دیدین که عبارت در ابتدا کلا به چند نوع تقسیم میشه؟ به دو نوع یک عبارت اسمی دیگه عبارت فعلی عبارت اسمی عبارتی است که جز و اصلی عبارت یک اسم باشه و عبارت فعلی عبارتی یک جز و اصلی عبارت یک فعل باشه خب پس شاگردای خوب ما در قسمت عبارت فعلی فعلا هیچ حرفی نمیزنیم ما در درس بعدی حتما در مورد عبارت فعلی موضوعاتی است که بخوانیم میریم به طرف عبارت اسمی عبارت اسمی هم کلا به دو بخش تقسیم میشه به اساس نصاب معرف افغانستان اگرچه عبارت انواع مختلف داره عبارت را به نام ترکیب هم یاد میکنن ولی ترکیب در کتاب و مکتب به نام عبارت یاد شده به خاطر ما اصطلاح عبارت را به کار میبریم خب شاگردای خوب, خوب میریم عبارت اسمی را میخانیم. در ابتدا عبارت اسمی به دو بخش تقسیم میشه یک عبارت توصیفی هست توصیفی و دگه عبارت اضافی است خب عبارت توصیفی دارای دو بخشه یعنی ترکیب است که از دو بخش ساخته میشه در ترکیب عبارت توصیفی دو چیز هست یک موصوف و جزو دومش هم صفت در ترکیب عبارت اضافی هم دو بخش است یک مضاف و بخش دومش هم میگیم مضافون الیه خب عبارت توصیفی از موصوف و صفت ساخته میشه و عبارت اضافی از مضاف و مضافون الیه خب ما چند تا مثال در اینجا کار میکنم بعد باز راه تشخیص عبارت اضافی و توصیفی را از هم برتان در اینجا بازگو میکنم ببین شاگردای خوب اگر اگر یک اسم در یک عبارت توصیف شده باشد یعنی یک اسم حالت و چگونگیش در یک عبارت بیان شده باشد او عبارت عبارت توصیفی است مثلا ما میگیم که کتاب کتاب بزرگ کتاب بزرگ کتاب بزرگ یک عبارته جزو اولش کتاب یک اسم است یعنی اسم که توصیف میشه ایره به نام موصوف یاد میکنیم و بزرگ صفت هست صفت در واقع یکی از ویژگی های همی اسم است یکی از ویژگی های همی, موصوف است اسمی که توصیف میشه پس بزرگ در اینجا صفت هست خب در کتاب مکتب برای عبارت دو تا ویژگی گفته دو تا ویژگیش چیست؟ گفته عبارت باید بیشتر از یک کلمه باشد کتاب بزرگ بیشتر از یک کلمه است کتاب یک بزرگم دو ویژگی دومش چیه؟ گفته در ترکیب عبارت باید حرف اضافت هم باشه ببین ما در اینجا میگیم کتاب بزرگ در اینجا یک کسه اضافه داریم خب پس کتاب بزرگ هر دو شرط عبارت را که در کتاب مکتب بیان شده داره خب اینی میشه عبارت توصیفی چرا عبارت توصیفی است؟ به خاطر که از موصف و صفت ساخته شده خب یک مثال دیگه ذکر میکنیم مثلا میگیم که کتاب احمد ببینید کتاب احمد کتاب احمد هم یک عبارت است هر دو شرط عبارت را داره بیشتر از یک کلمه هست و در ترکیب خود حرف اضافه هم داره خب پس آیا این عبارت عبارت توصیفی است یا اضافی؟ خب ما میبینیم که کتابم اسم است احمدم اسم است ما در بالا گفتیم که عبارت اضافی از دو بخش ساخته میشه مضاف و مضافون علی این ترکیب زمان ایجاد میشه که یک اسم به یک صفه یک ضمیر و یا یک اسم دیگه اضافه شده باشد مثلا در اینجا کتاب یک اسم است به احمد که یک اسم دیگه اضافه شده خب مثلا میتونیم بگوییم کتاب او یا کتاب من به جای احمد میشه زمیر بگوییم او یا من خب پس در اینجا کتاب احمد یک تر... یک عبارت است یک عبارت اضافی است کتاب میشه مضاف چون اضافه شده و احمد میشه مضافون الی خب شاگردای خوب فعلا ما از کجا بفهمیم خب اگر ما خیلی خوب درس بخوانیم خیلی خوب بالاخره بحث عبارت در تعقیب کنیم همین که یک عبارت اونجا نوشته شود در اولین نگاه ما بفهمیم که این عبارت, عبارت عبارت توصیفی هست یا یک عبارت اضافی ولی گاهن ما دچار شک و تردید میشیم پس به خاطر از اینکه شک و تردید خود گم کنیم چیکار میکنیم د آخر عبارت د آخر عبارت ما پسوند تر را اضافه میکنیم پسوند تر ببینید تر پسوند صفت تفضیلی است که بعدا شما میخوانید اگر عبارت ما همچنان معنادار باقی ماند او عبارت عبارت, عبارت توصیفی است اگر عبارت ما به شد باز او عبارت توصیفی نیست چه است عبارت اضافی است مثلا تر را داخل بزرگ اضافه می میشه بزرگ تر کتاب بزرگ تر آیا عبارت ما معنادار است بله یعنی باز هم با اضافه کردن تر عبارت ما به نشد پس این میشه عبارت توصیفی در صورتی که اگر به شود باز میشه اضافی مثلا تر را داخل احمد اضافه می کنیم. کتاب احمد تر آیا درسته؟ نه عبارت ما بیمعنا شد به عمول هاست چون عبارت ما بیمعنا شد پس اینی عبارت عبارت توصیفی نیست عبارت چی است؟ عبارت اضافی است خب شاگردای خوب شاگردای خوب درس امروز ما عبارت بود شما دیدین که در ارتباط با عبارت یک مثال کار کردیم بالاخره عبارت کلا به دو بخش تقسیم شد عبارت اسمی و عبارت فعلی و بعد در ادامه آمدیم گفتیم که عبارت اسمی هم به دو بخش تقسیم میشه یک عبارت توصیفی هست دیگه عبارت اضافی است مثال هایش هم در اینجا بر شما کار کردم دیگه من مطمئن هستم که شما در سار یاد گرفتین کار خانگیتان در فعالیت های درس مراجعه کنید در اونجا یک بخش است که از ما و شما خواسته که عبارت های یک متن را ما تشخیص بتیم و فعالیت را انجام بتیم کار خانگیتان است تا درس بعدی که خلق نیکور میخوانیم خداوند یار و نگهدارتان